نشست امنیتی منطقه دهلی ناو در مورد افغانستان تاکید بر رویکرد مشترک در مبارزه با تهدیدات فزاینده تروریسم در افغانستان در غیاب پاکستان و چین. با سلام و وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان، هستید 10 نوامبر و برابر با 19 عقرب است. این میزبان نشست امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان بود. 7 کشور در نشست بر تلاش‌ها برای رویکرد مشترک در مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند، اما چین و پاکستان با وجودی که دعوت شده بودند در این نشست غایب بودند. در نشست امنیتی منطقه دهلی در مورد افغانستان که روز چهارشنبه 19 عقرب برگزار شد، کشورهای منطقه با ابراز نگرانی از افزایش فعالیت‌های تروریسم و تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و افزودند که کشورهای منطقه باید بر مبارزه با تروریسم و چالش‌های امنیتی تمرکز کنند. هندوستان تایمز نوشته است که در این نشست آجیدال دووال، مشاور امنیت ملی کشور هندوستان، گفته است که تحولات اخیر در افغانستان پیامدهای مهمی نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای کشورهای همسایه و منطقه دارد. آقای دووال افزوده است که زمان آن فرا رسیده است که رایزنی‌های نزدیک همکاری و هماهنگی بیشتر در مورد وضعیت افغانستان داشته باشیم. در این نشست هیچ گونه نماینده‌ای از افغانستان دعوت نشده بود و کشورهای چین و پاکستان نیز از اشتراک در این نشست منصرف شدند. شرکت پاکستان که از اول هم معلوم بود منتفی است، اما چین نیز به دلایل برخی مسائل در سالهای اخیر روابط خیلی خوب و عالی با هندوستان ندارد و ظاهرا دلیل عدم شرکت این دو کشور در این نشست نیز همین مشکلات بوده است. مشاور امنیت ملی هند همچنان در این نشست افزوده است که برگزاری این نشست با اشتراک مشاوران امنیت ملی 7 کشور از جمله روسیه و ایران به مردم افغانستان و افزایش امنیت جمعی کمک می‌کند. تلاش برای ایجاد رویکرد مشترک در مقابله با تهدیدات فزاینده تروریسم، رادیکال سازی و قاچاق مواد مخدر پس از روی کار آمدن حکومت سرپرستی گروه تا در کابل از جمله محورهای مهم این نشست در هندوستان بود. در نشست امنیتی منطقه‌ای در دهلی نو، مشاوران امنیت ملی و دبیران شوراهای امنیت ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این گفتگو شرکت کردند. این نشست امنیتی در حال در سطح مقامات امنیتی کشورهای منطقه در هندوستان برگزار شده است که افغانستان در پی تحولات اخیر فعالیت‌های گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش در خاک افغانستان بیشتر شده است و این تهدید بزرگی برای کشورهای منطقه به شمار می‌رود. قبلا نیز نشست‌های مشابه در پاکستان و برخی کشورهای همسایه از جمله روسیه و تهران نیز برگزار شده بود. از توجه و همراهتان جهان سپاس، تا درود دیگر، بدرود.